انواع عبادت. کاسبیم این طوری باشد چشم، پس ای یا که نبود که میگم به کاسبی من داره برمیگردد که کاسبی حلالی داشته باشم، چون اگه حرام باشه که وقت پس عبادت خدا را نکردم، عبادت شیطان را کردم. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته العتيبين الأنجبين الهداة المهديين، سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخاتم الأئمة المعصومين. صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، مولانا وسيدنا وإمامنا وهادينا بالحق الحجة ابن الحسن المهدي، سلام الله وصلواته عليك يا مولاي يا بقية الله. با صد هزار دیده در بحر نور باشم، با صد هزار دیده در بحر نور باشم، روی تو گر نبینم بهتر که کور باشم. عمری اگر بماند سر بر فراز دارم، خوشتر بود که از تو یک لحظه دور باشم. مولای من چشمی بده که هر سو روی تو را ببینم، حالی بده که هر دم در سوز و شور باشم. مولای من روز اول میهمانی خداست،
میزبان از طرف خدا برای همه مخلوقات شمایید. آقای من لطفی کنید این ماه رمضان را که به لطف شما و عنایت شما و برکت شما خدا به من عمر داد و توفیق درک اون را عنایت کرد، غیر از رمضان‌های گذشته باشد. تو این ماه رمضان بیشتر به شما توجه کنم، کاری کنم که نزدیکتر به شما شوم. یا بقیت الله، چشمی بده که هر سو روی تو را ببینم، حالی بده که هر دم در سوز و شور باشم. اما تا حالا چه بودم؟ دردا که کورم از تو، پیش تو دورم از تو، هم در فراق گریم هم در حضور باشم. مولا جان الغوث یبن تا عجل على ظهورك، الغوث يا ابن طه عجل على ظهورك. تا کی در انتظار روز ظهور باشم؟ يا ابن الحسن 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 يا ابن ای مهر عالم افروز، تا چند بی تو هر روز در پرده‌های ظلمت جویای نور باشم. روحی و ارواح العالمین لترا به مقدم کل فدا، و عجل الله تعالی لکل فرج. برای سلامتی حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام، خوشنودی مادرشون حضرت فاطمه سلام الله علیها، جد بزرگوارشون مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه، اولاد بزرگوارشون حضرت امام مجتبی و حضرت ابا عبدالله، اولاد و اصحاب حضرت سید الشهدا، بالاخص به محضر مبارک حضرت امام هشتم و حضرت امام سجاد علیهم السلام، و به محضر مبارک زینبین، حضرت قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم ابن الحسن و حضرت عبدالله ابن الحسن، و به جمال طفل ماه پاره سید الشهدا حضرت علی اصغر، خواهران مظلومشون بالاخص حضرت رقیه سلام الله علیها صلوات بفرست. شکر می کنیم خداوند مهربانی را که
عمر ما را طولانی کرد تا رمضان دیگری رو درک کنیم. ما را بر سر خوان و مائده های آسمانی خودش نشانید و رحمت و برکت و مغفرت خودش را انشاءالله شامل حال همه ما خواهد کرد به برکت وجود امام زمان علیه السلام. و حمد و سپاس میگویم به طور خاص که توفیق اداء وظیفه ام را در این ماه مبارک خداوند تبارک و تعالی به من عنایت فرموده و اگر مصلحت ما هست که عمرمون تا آخر ماه رمضان باشد، امید است توفیق نوکری درگاه اهل البیت علیهم السلام را به ما عنایت کند بیش از پیش با معرفت، تا انشاءالله یکی از وظایفی که هر انسان مسلمان شیعه در این زمان یعنی در ماه مبارک رمضان دارد که در روایات اهل البیت علیهم السلام بهش اشاره شده، جدای از اینکه باید امساک کنیم از خوردن و آشامیدن و گناهان و یک سری اعمال خاصی که در وقت‌های غیر از ماه رمضان بر ما حلال است، اما در ماه رمضان از اون جایی که باید مخالفت با نفس بشه حرام گردیده، همه این موارد به جای خود یکی از وظایف ما بالا بردن درک دینی و بالا بردن معرفت دینی خودمون هست نسبت به خداوند، پیامبر و اهل البیت علیهم السلام و خاصه نسبت به وجود نازنین و اقدس مولا امیر المؤمنین و حضرت بقیت الله سلام الله علیهما به طور خاص و باز به طور ویژه در مواقع خاصش که دیگه اوجش در شبهای قدر هست، معرفت به ساحت مقدس صدیقه کبرا سلام الله علیها است. ماه رمضان و برنامه هایی که انشاءالله در خدمتون خواهیم بود، خود من نیتم چنین است، امیدوارم حالا هر کدام دوستانی که هر روز خدمتشون هستیم با عنایاتی که خدا به ما می کند و به هر حال خواندن، گفتن و شنیدن آیات و احادیث از جانب خدا ثوابی براش مقرر شده، هدیه می کنیم به محضر مبارک سبط اکبر حضرت امام مجتبی عزیز دل و میوه دل حضرت زهرا پیامبر و امیر المؤمنین سلام الله علیهم اجمعین، و به این واسطه امیدواریم تقرب بیشتری نسبت به مادر بزرگوارشون و پدر و جد و فرزندان و برادر و بالاخص به محضر مبارک امام زمان علیه السلام پیدا کنیم. برنامه 3 سال گذشته ما به این قرار بوده و مستحضری که هر روز به مناسبت یک جزء از قرآن که قالب شیعیان امیر المؤمنین تلاوت می کنن، ما هر روز آیه ای را از همون جزء مطرح می کرده ایم و عرایضی رو خدمت دوستان ارائه می داشته ایم که این نباشد که فقط قرآن تلاوت شده باشد، بلکه حداقل یکی چند آیه رو یه مقداری بیشتر باهاش آشنا شویم. امسال هم باز بنابر ضروریاتی همین مبحث رو ادامه میدم و آیات دیگری رو انتخاب کرده ام که خدمت شما عرضه بدارم. امروز آیاتی رو از سوره شریفه حمد و بقره در نظر داشتم که فکر میکنم فقط آیه سوره حمد رو ما فرصت پیدا کنیم که خدمت شما ارائه بدیم مطالبی، و میگذاریم
در فرصت‌های آینده ای اگر عمر و توفیقی بود بحث‌هایی رو خواهیم داشت درباره آیات دیگر. اما سوره حمد در اهمیتش همان بس که فقط تذکران عرض می‌کنیم که ما به عنوان فاتحة الکتاب برای قرآن شریفش خدا قرار داده و ما مسلمان‌ها باید در تمام نمازهای واجب و مستحب خودمون این سوره شریفه را بخوانیم که فرمودن که لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، نمازی ما نداریم مگر آنکه حتما سوره حمد باید درش خوانده شود به جز نماز میت. اما تمام نمازهای واجب و مستحبی که میخوانیم سوره حمد قطعا درش هست. حالا ممکنه که به جای، یعنی بعد از حمدی که میخوانیم سوره قل هو الله یا هر سوره دیگری را بخوانیم، یا تو نمازهای مستحب حتی یک سوره را مثلا 50 مرتبه قل هو الله دستور داده باشن بخوانیم، اما سوره حمد منحصر به فرده، چیزی جاش نمیشه خونده شود، چه نماز در نماز واجب چه در نماز مستحب. و حد اقل اگر نخواهیم به مستحبات عمل کنیم، هر مسلمانی در شبانه روز 10 مرتبه باید این سوره را بخواند. چقدر تا به حال فکر کردیم روی آیات این سوره؟ سوره ای که در وصف او اهل بیت علیهم السلام به ما فرمودن خدا همه قرآنش رو در این سوره خلاصه فرموده است، چقدر روش توجه کردیم؟ یکی از مباحثی که شاید کمتر توجه داشته باشیم، حالا من عرض میکنم، حتی برای اون کسانی که رو معانی جملات توجه دارن و میخوانن وقتی دارن حمدشون رو میخوانن، حالا من کلن مبحث سوره حمد را دارم، البته با عنایت اینکه رو توی نماز هم باید خوانده شود. خب خوبه که هر انسانی توجه داشته باشه داره چی میخونه، چه وقت قرآن خوندن چه وقت نماز. سوره حمد ما شروع میکنیم، دقتم رو معانیش میکنیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان، حالا با معانی که برای بسم الله گفتن، الحمد لله رب العالمین. من که دارم تکرار میکنم، همه شما حفظین، معنیشم بلدید، اما میخوام این حالت بیانی که تو این سوره آمده عصر روش دقت بفرمان. به نام خداوند بخشنده مهربان، شما با کسی دارین حرف میزنین؟ نه، همینطور یه جمله رو دارین میگی. الحمدلله رب العالمین، ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است. با کی دارین حرف میزنین؟ مخاطب داره الحمدلله رب العالمین؟ نه. الرحمن الرحیم، خدایی که بخشنده است و مهربان، رحمت خاص و عام دارد. با کسی حرف میزنین؟ نه. مالک یوم الدین، پادشاه روز جزاست، مالکیت حقیقی مال اوست، مالکیت روز قیامت مال اوست، چه برسد به دنیا. با کسی حرف زدید؟ نه. اما بعد از این 4 تا جمله، از بسم الله تا مالک یوم الدین، 4 تا جمله را بیان کردید، مخاطب ندارید. از کی شروع میکنید با خدا حرف زدن؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. از اینجا به بعد مخاطب پیدا میکنه حرف زدن شما. تا حالا مخاطبی نداشت، تا حالا همینطور داشتید صفاتی رو درباره خدا بیان میکردید، تا میرسه به اینجا مالک یوم الدین، حالا شروع میکنید به خدا حرف زدن. تنها تو را میپرستم، تنها از تو کمک میجویم. آیا روی این نکته تا به حال چقدر دقت داشته ایم؟ که چطور از اول حمد، حالا چه همینطوری بخوانیم، چه تو وقت نماز بخوانیم،
داریم یه سری حرفایی را میزنیم اما مخاطب ندارد، با کسی نیست، همین تو داریم میگیم. اما تا میرسه به ایاک نعبد و ایاک نستعین، حرف زدن به خود خدا شروع میشه. چه شده است که تا قبل شما به خدا حرف نزدید اما از این به بعد حرف میزنید؟ من تفحص دقیقی نکردم، ولی همینقدر که تو ذهنم هست یه سری آیات، اگر کسی مشابهش تو ذهنش هست بعد به من تذکر بده خیلی خوشحال میشم. اما آنچه که من تو ذهنم هست از آیات قرآن اینه که هر جا ما بناس با خدا حرف بزنیم، مثلا بهمون میگن بگو قل هو الله احد، این طوری خدا با ما شروع میکنه حرف زدن. یا به ما میگوید مثلا این چنین افراد میگوین ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان الی آخر، از قول کسای دیگه داره به ما میگوید. اونا اینطور میگن، مثلا شما اینطور بگید. من تو ذهنم نیست جای دیگری که به این صورت بدون حاشیه، بدون مقدمه و مؤخره ما شروع کنیم به خدا صحبت کردن. عرض میکنم از قول دیگران خدا فرموده از تو قرآن که این نام مثلا گفتن اللهم چنین، با خدا حرف زدن. اما خود من و شما، قرآنی که برای پیغمبر نازل شد که پیغمبر برای من و شما بیان کنن که خدا چنین چیزایی گفته، خدا خودش یاد من و شما میدهد، حرف تو دهن من و شما میگذارد که باید این طور صحبت کنی. پس این سوره که به عنوان شریفترین سوره قرآن، خلاصه قرآن داره صحبت می کند با ما، یاد ما دادن از آیه پنجم به بعدش به ما اجازه می دهن مستقیم به خدا حرف بزنه. ایاک نعبد و ایاک نستعین. این جای تأمل دارد که چطور این عنایت داره به ما میشه. بحث من رو همین دوتا کلمه است، رو این آیه پنجم ایاک نعبد و ایاک نستعین، و البته ارتباطش با آیات قبلش که چون بسیار بسیار مهمه. یه نکته رو عرض کردیم که ما میام صفاتی رو از خدا بیان میکنیم به نام خداوند، اون خدایی که رحمان است، رحیم است، ستایش مخصوص اوست، پروردگار جهانیان است، مالک یوم الدین است. این صفات را من میام دنبال هم میگم تا وقتی که خوب اینا را گفتم اون وقت بعد باید با خدا حرف بزنم. چرا؟ اینا یه سری اعتقادات برای ما بیان کردن. اگر شما معتقد بودی به این که الله رحمان است و رحیم، بخشنده و مهربان و بخشایشگره، اگر شما معتقد شدی به این که ستایش مخصوص اوست، حمد فقط مال اوست، فقط میتوانی او را حمد کنی. حمد مال کیست؟ مال اون کسیست که هر چی داره مال خودشه، هر چه دارد ذاتی اوست، از جایی نرفته به دست بیاورد، تمام کمالات رو دارد. لذا شما هیچ کس را نمیتونید حمد کنید، هیچ کس را. حمد فقط مخصوص خداست. چرا؟ چون هر چی داره از خودش داره، بقیه هر چه دارن از خودشون ندارن، بقیه چیزایی که دارن ذاتیشون نیست، یه سریش رفتن کسب کردن، اونیشم که ذاتیشونه مال خودشون نیست، خدا بهشون عنایت کرده. لذا حمد فقط مال خداست. بعد از این که من معرفت پیدا کردم که حمد مال خداست، و بعد از این که معرفت پیدا کردم که او پروردگار جهانیان است، همه زیر بار فرمان او هستند،
و بعد از آن که ملکیت حقیقی این عالم را فهمیدم مال خداست، من اگر مالک این لباسم، مالک فعلیشم، تا از دنیا رفتم دیگه مالکش نیستم و قبلش مالک نبودم. این که قبلش مالک نبودم نشانه آن است که بعدشم مالک نیستم. یه مدتی این ملکیتش مال منه، اما خدا همه ملکیت این جهان مال اوست. اگر چنین خدایی را با این صفات بهش رسیدم، اون وقت میرسم به این نقطه که ایاک نعبد. ایاک در زبان ادبیات عرب مقدم افتاده، نشانه حصر، یعنی فقط فقط تو را عبادت میکنم، هیچ کس دیگه ارزشش نداره که من بخوام در مقابل او عبادت کنم. برای چه من بیام در مقابل مخلوقاتی مثل خودم ضعیف گردن کج کنم؟ برای چه بیام مخلوقات مثل خودم را بیام خدای خودم قرار بدم؟ چیان اونا که مونا مثل منم؟ من انسانی هستم عاقل، میام کسی را پرستش میکنم که این صفاتی که گفتم را دارد، رحمان است و رحیم است و مالک است و رب العالمین است. من سر در مقابل هر کسی فرود نمی آورم، فقط او، چون همه کمالات را دارد، چون ارزشش را داره. پس باید یه معرفتی پیدا کنم تا بعد به من اجازه بدن با خدا صحبت کنم. اگر معرفت پیدا نکنم، حق صحبت کردن با خدا را ندارم. درسته ما شبانه روز داریم نماز میخوانیم، اما اگر بنا باشد اون نمازی باشه که خدا میخواهد با تمام شرایطش، اون نمازی باشد که اون آثار عجیب و غریب دنیوی و اخروی را برای ما دارد، باید با این تفکرات همراه باشه که من چنین خدایی را از او استعانت میجویم، فقط اون را عبادت میکنم و فقط هم از او کمک میخوام و بس، هیچ کس دیگه را من ازش کمک نمیخوام. البته اینجا یه مرز دقیقی است. تا میرسه به آقایون وهابی مسلک و غیر شیعه، فورا میگن که خب بله، شما که استعانت از غیر خدا میخوای. و ما به کمک آیات دیگر قرآن میگیم ما استعانت از غیر خدا نمیخوایم، استعانت از خدا میخوایم. اما خدا راه به ما نشون داده. خود خدا تو قرآن مثلا میفرماد استعینوا بالصبر و الصلاة، کمک میگیرید از صبر یعنی از روزه، کمک میگیرید از نماز. اما چطور؟ اینا راهن به سوی خدا. پس اگر وسیله ای واسطه بین من و خدا شد برای عبادت و برای استعانت و کمک از خدا، و اون وسیله رم خود خدا قرار داده بود، هیچ مشکلی نیست. چون فورا اینا مهر شرک میان به ما میزنن. بله اگر کسی رو تو عبادت پهلو خدا گذاشتی مشرکی، اما ما همچی کاری نمی کنیم، ما واسطه قرار نمی دهیم. به ما میگن آقا در مهر سجده کردی مشرکی، خب ما بهشون میگم پس تو هم رو برو کعبه ایستاده این مشرک، برای اینکه این کعبه خدا که نیست، چرا جلوش وایستادی نماز میخونی؟ جواب منه چی میده؟ میگه خودی خدا گفته است برو کعبه وایسا. منم میگم خب خودی پیغمبر خدا گفته است سجده بکن رو مهر. من کدوم شیعی میگه مهر خداست؟ کسی که ما سراغ داریم بی سواد و با سواد، شهری و دهاتی، تو دورترین نقاطی که بچه شیعه ها هستن، کسی میگه مهر خداست؟ همچی چیزی پدر ما با یه سنی بحث میکردن، گفت شما میگون مهر مشرکین، گفتن چرا؟ گفت شما میپرستین مهر را، گفتن پس بازم به ما که به یه خدا داریم، گفت چطور؟ گفتن شما که رو هر جا رسیدین سجده میکنین، پس اون خدای شماست. پس اگر ما یه خدا قائلیم غیر از اون خدا مهر میگوی شما مشرکی، چون به سجده داری میکنی، پس تو رو فرش، رو موکت، رو دم پای و وحش رو باید برین مکه ببینین که رو کجا سجده میکنن، پس تو هم اونا رو خدا میدانی.
پس من و شما موحد 100% چون خود خدا میفرماید استعینوا بالصبر، خیلی خوب، استعینوا بالصلاة، خیلی خوب، خدای تو هر کس رو گفتی دست به دامنش بشم، خیلی خوب، به واسطه نماز به تو نزدیک میشم و کمک از تو میطلبم، به واسطه من قرار میدم اینها را. و جالب اینه که حتی یه مقداری حالا دقیق تر خدا میفرماد کمک بگیرید از خود نماز، از خود روزه. آقا اگر خدا گفت از این عصا، موسی عصا ده چنین کن، بینداز تا اژدها بشه اینا رو ببلعد، آیا خدا نمیتوانست با یه نظر همه رو تمام این سحر موسی رو بردارد؟ چرا؟ اما فعلا میخواد موسی از عصا استعانت بگیرد. مشکلش کجاست؟ مشرک شد حضرت موسی. حواسمون جمع باشه با دوتا کلمه حرفی که یه وقت اونا میزنن، عقب نشینی نکنیم از اعتقادات حقه خودمون. همون خدایی که استعینوا بالصبر و الصلاة رو میفرماد یه مبحث کلی باز میکند، ابتغوا الیه الوسیله. هر برنامه داری، هر کاری داری، راهش رو باید راه وسیله که من برای تو قرار دادم. بله، اگر تو بخواهی وسیله ات رو خودت مشخص کنی تو میشی مشرک. اگر تو میخواهی بعد از پیغمبر خودت کسی رو جانشین پیغمبر قرار بدی تو میشی مشرک، نه اون کسی که امام و پیشوایش بعد از پیغمبر به واسطه خود پیغمبر انتخاب شده. تو مشرکی که جا خودت میذاری جا خدا و پیغمبر، میگوی منم حق انتخاب دارم. شک نداشتن که امیرالمومنین بعد از پیغمبرن، گفتن بله پیغمبر یه چیزایی گفتن در روز قدیر، ولی علی جوان است. یعنی چه این حرف؟ یعنی من میفهمم و پیغمبر با این که فرمودن علی بعد از من نعوذ بالله متوجه نشدن. خدا این که به پیغمبر دستور داده است نعوذ بالله متوجه نشده، خدا انتخاب کرده است حواسش نبوده، من حواسم هست میخوام فلان کس رو بذارم جا پیغمبر، حالا کی مشرکه؟ ما یا دیگران؟ این مبحثی است که واقعا من تو این چند روزی که دربارش یه مقداری تأمل داشتم و مطالعاتی میکردم مفصل جای صحبت دارد، اما حیف که جلسه شاید اقتضای این مسائل را نداشته باشد. پس بنابراین وقتی که ما اون مقدمات را قبول کردیم و بهش معتقد شدیم که خدا رحمان و رحیم است و تا مالک یوم الدین است، میرسیم به اینجا که این خداست که فقط ارزش آن را دارد که ما او را بپرستیم، سزاوار آن است و شایسته آن است که از او کمک بگیریم و بس. نکته دیگر، ما میگیم تا داریم صحبت میکنیم، من تا دارم نماز میخوانم از نظر نستعین و نعبد معناش چیه؟ کمک میگیریم، عبادت میکنیم. من که خودم تنها وایسادم نماز میخونم، چرا باید جمع رو در نظر بگیرم؟ چرا با صیغه جمع باید به کار ببرم؟ برای اینکه به خدا عرض کنم خدایا من به این نتیجه رسیدم تو رو عبادت کنم و فقط از تو کمک بخواهم، اما دلم میخواد، یکی از وجهای این جمع آوردن اینه، دلم میخواد بقیه موجودات و مخلوقاتم فکرشون بشه مثل فکر من، اونا هم فقط تو رو بپرستن. فقط من دارم نماز میخونم اما تو فکر کمال خودم نیستم تنها، چون اگر عبادت استعانت از تو جستم کمال پیدا میکنم، تو فکر به کمال رسیدن خودم تنها نیستم، من دلم میخواد بقیه‌ام بیان بالا. اگه با چنین فکری نماز خوندم وقت بعد چوبلا چرخ خلق الله میذارم؟ یه کسی داره رشد میکنه تو سرش میزنم؟
یه جوری میبرم و آب روشو میبرم که نتونه رشد کند، حسادت بهش میکنم، تا دیدم یه جا دارن تعریفشو میکنن ناراحت میشم، میگم نه اینطور هم که شما میگون نیست. نماز من باید نماز سازنده باشد. اگه دارم میگم خدای من دلم میخواد همه به کمال برسن با عبادت تو، با کمک گرفتن از تو، پس باید خیر خواه همه باشم. چرا پس اذیتشون میکنم؟ چرا کار شکنی براشون میکنم؟ چرا کاری میکنم دختر و پسرشون تو خونه بمانن؟ چرا کاری میکنم که کار کاسبشون کساد بشه؟ چرا مشتریاشون رو میپرونم؟ چرا دنبال آنم یه فکری بکنم یه کلای سرشون بگذارم؟ پس اون رو تالا اگر این نماز رو میخوندم و از این ورم این کارها رو انجام میدادم، نشانه آن است که همینطور یه نماز خوندم ولی نه اونی که خدا میخواد. خدا که احتیاج به نماز من نداره، خدا میخواد من با این نماز با یه جملش فقط با ایاک نعبد و ایاک نستعین فکر بکنم روش و انسان بشم. خدا به من میخواد بفرماد بگو ایاک نعبد. چه نوع عبادتی؟ انواع و اقسام عبادت. یه نوع عبادت مربوط به روح و عقل شماست، تفکر در امور الهی و بعد معتقد شدن بیشتر نسبت به قبل خداوند تبارک و تعالی. این عبادت روح و عقل شماست که بالاترین نوع عبادته، که اگر این نوع عبادت درست انجام بشه بقیه عبادات هم صحیحه. نوع دیگر عبادت مربوط به نفس ماست. نفس ما دنبال بدی میگرده، من باید او را آراسته کنم، نگذرم بدی ها را انجام بده، گناه نکنم. از بالاترین عبادت ها، مگه پیامبر برای ماه رمضان نفرمودن که بالاترین عبادت در این ماه ورع عن محارم الله، نزدیک نشدن به مرز گناه. نه گناه نکردم، اصلا به مرز گناه هم نزدیک نشم. اینم یه نوع عبادت. عبادت دیگر عبادت اعضا و جوارحه. گوشم چگونه، چشمم چگونه و جمع دست و پا و گوش و چشم و همه با هم جدای از عبادات خاص خودشون همه با هم جمع میشن، مثلا نماز میخونه، تعدادشون جمع میشن روزه میگیره، اینم میشه عبادات اعضا و جوارح. یه سری عبادات، عبادات مالی، زکات، خمس، نمیدونم کفاره روزه، انواع و اقسام عبادات مالی که به ما دستور دادن و عبادات معاشرتی. به ما فرمودن صله رحم عبادت مگه نیست؟ خب یه نوع عبادته. پس خدایا ایاک نعبد، تو را فقط عبادت میکنم، یعنی فقط وای میستم نماز؟ آبا داداشم قهرم؟ میشه عبادت کامل؟ ایاک نعبد یعنی تو تمام زمینه ها من فقط تو را عبادت میکنم و بس. تو دست دور دادی من خیرخواه همه باشم، انشالله هستم، میخوام باشم. دست دور دادی صله رحم کنم، بله. دست دور دادی نگاه به نامحرم نکنم، چشم. دست دور دادی این که بیام فکرم را تنظیم کنم، عقل و روحم را بیام آماده کنم برای سری مسائل معرفتی، چشم. انواع عبادت کاسبیم اینطوری باشد، چشم. پس ایاک نعبد که میگم به کاسبی من داره برمیگردد، که کاسبی حلالی داشته باشم، چون اگه حرام باشه که وقت پس عبادت خدا را نکردم، عبادت شیطان را کردم. من که میگم ایاک نعبد یعنی فقط تو خدا، هیچ کس دیگه را عبادت نمی کنم. بعد خوش آقا ما گفتن مثلا این کارا بکن وقت من هم انجام بدم، میشه فقط تو دل نپس یک دیگر هم گذاشتم برگوش. فلان کس گفتی که با این حرف نزنی، یا چون بزرگی خانواده مثلا با این حرف نزنه تو هم حرف نزن باش مثلا. پس من عبادت اینو دارم میکنم چون گوش به حرف این میدم. خدا فرمود صله رحم، این داره میگه با این قهر کن.
اگر یه کلمه من دارم میگم یا که نعبد، میتواند زندگی من زیر و رو کند اگر رو فکر باشه. و یا که نستعین، خدایا فقط از تو مدد میجویم، که اگر کسی به این نقطه برسد که فقط و فقط از خدا مدد بجوید، وظیفه ما طلبه. نستعین یعنی طلب میکنم از تو کمک کردن رو، که کمکم کنی. میخوام ازت، خدا از ما خواسته از که از او بخواهیم. یه سری کمک ها رو بی این که ما بخواهیم بهمون کرده، چشم داده، گوش داده، سالم آفریده است ما را، تو مسلمان آفریده است ما را و نعمت های مختلفش، اما یه سریش رو فرمونده بخواه، اونا نعمت های خاص منه. جیر میکنی جایی، از من بخواه. بله یه سری وسایل رو باید بری دنبالش، اما از من بخواه. اگر فقط از من خواستی، فقط، این فقط مهمه، اون وقتی که بدونم هیچ کس دیگه نیست کمکم کنه، ممکن نیست رد کنه. در زمان هارون و رشید، خیلی عذر میخوام، منم باید کوتاه کنم سخن خودم رو، خیلی حرفا میخواستم بزنم و مطالبی رو عرض کنم، فرصت نیست متاسفانه. دستور داد هارون علیه اللعنت و العذاب، برین فلان جوان را بگیرید. به یکی از کارکنان و غلامان خودش گفت برو نصف شب در خانه فلان کس، یه جوانی هست، میگیرید اون را، یه نفرم میفرستم دنبالت که نخی تخلف کنی، که اونم شاهد باشد. بعد میای این جوان را میبری فلان جا، میاندازه تو چاه، زنده زنده، بعدم خاک میریزی روش، بعدم برمیگردی. این هم همین کار انجام داد، رفتن در خانه اون جوان را آوردند و دستاشو بستند و آوردندش تو بیابونون، یه چاهی بود، اومدن بندازندش تو چاه، گفت میخوان چیکار کنن، گفتن بندازیم تو چاه. هارون گفت، گفت من اولاد پیغمبرم، گفتن هر کی میخوای باش. لب التماس که دست از سر من بردارین، جرم نکردم، جرم فقط این بود که نابچه پیغمبر بودن، گفتن نه. هارون گفت، گفت پس اجازه بدید دو رکعت نماز بخوانم. دو رکعت نماز خواند و این دعا رو خواند. دعا، دعای خیلی جالبی است که این مطلبی است که ما بحثمون هست. عرض کرد به خداوند یا خفی یا لطف، ای کسی که لطف تو پنهانه. خیلی وقتا ما لطف خدا رو نمیفهمیم. اعنی فی وقتی هادا ولطف بی لطفک، خدایا تو این لحظه به من کمک کن، این لحظه وسط بیابون نیمه شب دوتا آدم جلاد، هیچ کس نیست به من کمک کنه، تو کمکم کن. این نقطه یه را ما باید بهش برسیم، اگه رسیدیم کار حل میشه. خود این دو نفر بعد برا هارون تعریف کردن که به مجردی این دعا را کرد این جوان، یه مرتبه ما دیدیم آنچنان گرد و خاکی بلند شد و طوفان شد که به هیچ عنوان ما نمیتونستیم چشممون رو باز نگه داریم. مدت این طوفان طول کشید، طوفان تمام شد، چشم باز کردیم دیدیم جوونه نیست، با اینکه ما حالا دستاشم بسته بودیم بیندازیمش تو چاه، دیدیم نیست. برای هارون وقتی رفتن تعریف کردن، دعا رو حفظ کرد خودش، همین دعا رو گفت، فقط به کسی نگید حق، اگر میخوان من شما رو زنده نگه دارم به کسی نگید. خدا میخواد ما به این نقطه برسیم که اون ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر راست گفتیم توش همه کارو حله، اگر راستی بریدیم همه کارو حله. و یاد ما دادن به خصوص در این زمان نماز وجود نازنین و مقدس حضرت بقیت الله العظم، که خودشون تو اون جریان معروف جریان ساخت مسجد جمکران و محل جمگران که تعیین کردن حضرت و بعد تبدیل به مسجد شد، در سال 393 هجری که امام زمان در اون زمان 138 سالشون ظاهرن بود، اینطور 138 یا 7 سالشون بود، حضرت خودشون یاد دادن این نماز را
که به مردم بگو، حالا تو جمع کران به طور خاص، هر جایی هم این نماز با عنوان نماز استغاثه به حضرت بقیت الله العظم علیه السلام که امیدوارم خدا توفیقش رو به همه ما عنایت کند، تو این ماه رمضان حداقل بتوانیم هر روزش دو رکعت این نماز را بخوانیم. و عجیب اینه که به ما فرمودن میرسی به این آیه، همه مونم بلدی، فقط رمز این نماز و این مشکل گشاان است که ایاک نعبد و ایاک نستعین تا رسیدی صد بار تکرار کن که برات جا بیفته مطلب، تا یقین پیدا کردی که فقط باید او را عبادت کنی، فقط باید از او کمک بخواهی، او وقت ببین چگونه کمک میشوی. نماز استغاثه به امام زمان علیه السلام یه رمزش تو خود ارتباط با خدا، دوم این که منسوب به بقیت الله العظم علیه السلامه. ما اگر از اول نماز شروع کنیم بسم الله الرحمن الرحیم، یادمون نره، عرض کردم اونا مقدم است برای اینکه من و شما اگر اعتقاد بهش پیدا کردیم به بسم الله و الحمدلله و الرحمن الرحیم و مالک یوم الدین، اگر دقت کنید رو این جمله، اگر اونا را اعتقاد بهش پیدا کردیم اون وقت لیاقت پیدا می کنیم که با خدا حرف بزنیم، قبلش لیاقت نداریم. حالا چگونه اعتقاد پیدا کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا به نام تو، بای بسم الله، امیرالمومنین فرمان منم، اسمش امیرالمومنین، مظهر الرحمن و الرحیمی خدا امیرالمومنین، مظهر اون کسی که الحمدلله رب العالمین، ستایش مخصوص خداییست که رب العالمین است، مظهر رب العالمین امیرالمومنین، مالک یوم الدین، خدای تو پادشاه روز جزا هستی، ولی کلید بهشت جهنم ده به کی میدی؟ خود عام مخالفین شیعه گفتن خدا کلید بهشت جهنمش میده دست پیغمبر، پیغمبر هم میدن دست امیرالمومنین. مظهر مالک یوم الدین کیست؟ امیر المومنین. پس تا این معرفت را پیدا نکنی تو لیاقت، خدا به من داره میگه، تو لیاقت نداری با من خدا حرف بزنی، مگر اینکه این اعتقادات را داشته باشی به علی ابن ابی طالب و اولاد بزرگوار او که اونا مظهر همه این کمالاتی هن که تو داری اقرار میکنی. اگر راست میگی اقرار میکنی مظهرش اینا هستن، حالا لیاقت پیدا میکنی با من خدا حرف بزنی، بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین. تا قبلش لیاقت نداری، تا قبلش اگر معتقد نباشی این چنین، من از تو نماز قبول نمی کنم. حالا هرچی میخوای نماز بخون. روایت امام صادق علیه السلام، حیف که وقت نیست، روایت بسیار روایت تکان دهنده و مهمی است، با اینکه مضمونش در تو روایات ما خیلی زیاده. امام صادق میفرمان بنده ای رو روز قیامت میآورن با عبادت های آنچنانی، چقدر نماز خونده، چقدر صدقه داده، چقدر روزه گرفته، چه کارهایی انجام داده است، اما این آدم هیچ چیزی به هیچ بهره ای نمیبرد. روز قیامت شروع میکنه حسرت خوردن، چرا؟ چون بهش میگن، امام صادق میفرمان چون این آدم اعتقاد به حق امیرالمؤمنین نداشته، این آدم اعتقاد داشته است کسانی را که، عجیب اگر عبارت عربیش رو بخونم، یک دهمه هر چی شما ریزش کنی، کسانی که نسبت به امیرالمومنین هیچ فضیلت نداشته اند را اومد تفضیل داد و برتری داد بر امیرالمومنین. خدا به خاطر همین جریان با او شروع میکنه صحبت کردن. بعد از اینکه خدا میفرماد اینو ببرندش به جهنم، تا داره میره میگه یا ویلی الم اکن من المصلین، آیا من نماز گزار نبودم؟ آیا من نبودم که زکات دادم؟ آیا من نبودم که اموال خودم را دادم به اون کسانی که فقیر بودن از زن و مرد؟ آیا من این چنین نبودم؟
فیقال و له ندا میرسد به او میگوین یا شقی ای بدبخ ما نفعک ما عملته. این چیزایی که تو فکرشو میکنی عملایی که انجام دادی به تو نفعی نخواهد رسان، چرا که تو ضایع کردی ایمان به خدا و پیغمبر را و نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام را با عجیب اینه با از بین بردن و ضایع کردن ولایت مولا و زیر بار اونا نرفتن، توحید و نبوت هم ضایع کردی. تو آمدی کسان دیگری را غیر از علی ابن ابی طالب امام خودت قرار دادی، حالان که اونا عدو الله و دشمنان خدا بودن. بدان تو که مثلا 50 سال 60 سال عبادت کردی، اگر کل عمر دنیا را از اول تا آخر عبادت می کردی، همه اموال دنیا را می آمدی صدقه می دادی، کل دنیا می شد راست طلا و نقره تو صدقه می دادی، لما زادک ذلک من رحمت الله الا بعدا. همه کارهای خوبه تو را که به رحمت نزدیک نمی کردی هیچ دوردم می کرد. چرا که از امیرالمؤمنین دور بودی؟ و من سخط الله عز و جل الا قربا، و نیست مگر اینکه به سخط خدا نزدیکتر می شدی، چون با علم از علی دور شدی، با علم دیگران را تفضیل دادی بر علی ابن ابی طالب. پس اگر نمازی شد که مقدماتش اون مقدمات شد، با معرفت امیرالمؤمنین خواندم سوره حمد را تا رسیدم به ایاک نعبد، لیاقت پیدا میکنم به خدا حرف بزنم و این نماز را خدا قبول میکند، وگرنه نه. نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود رها کنه، نه قضا کنه، اصلا رها کنه اگه بناست با بدون ولایت مولا باشه. علی انیس عاشقان، علی پناه بی کسان، اگه فرمود ایاک نستعین بگید، خودش فرمود خدا توسل به مولا پیدا کنید، نه به من و شما، به پیغمبرش فرمود ناد علیان مظهر العجاب. علی انیس عاشقان، علی پناه بی کسان، علی امیر مؤمنان، که مدح او خدا کنند. ز کوه شاه اولیا، ز کوی شاه اولیا کجا روی، بیا بیا روز اول ماه رمضان و ماه امیرالمؤمنین، از همین روز اول شروع کنید با مولا حرفتون رو بزنید. ز کوی شاه اولیا کجا روی، بیا بیا که مهر اوست کیمیا و دردها دوا کنه. اما با همه این مقامات، با همه این مواردی که حتی خدا به پیغمبرش فرمود یا علی بگو و از علی مدد بجو، پس از وفات فاطمه
کشید دامن از همه. پس از وفات فاطمه کشید دامن از همه، که ختم عمر خیش را به کنج انزوا کنند. به هیچ وسیله نمیشه تقرب به امیرالمؤمنین بیشتر از توسل به حضرت زهرا پیدا کرد. هر کس میخواد به امیرالمؤمنین تقرب پیدا کند باید دست به دامن بی بی دو عالم شود. مولا بعد از شهادت حضرت زهرا دیگه زیاد با کسی رفت آمد نداشتن. صبح زود غالبا می آمدن بعد از نماز، می رفتن تو بیابونای مدینه برای کشاورزی. شب که می شد بر می گشتن که چشم در چشم مردم مدینه نخواهد بشن، نخواد چشمشون به قاتلای فاطمه بیفتد. گاه گداری دوستان امیرالمؤمنین جمع می شدن، می رفتن اطراف مولا دیدار می کردن با حضرت، بلکه کمی غم و غصه مولا برطرف بشه. ولی گاهی سوالاتی پیش می آمد، دوباره غمها تازه می شد. یه مرتبه عمار ظاهرن بود خدمت مولا عرض کرد: یا علی، تو یکی از همین نشست ها، یا علی، این دوم به حکومت رسیده، از همه مالیات گرفته الا قنفذ. چه شده که از قنفذ مالیات نگرفته؟ مولای نگاه این طرف اون طرف کردن، عشق در چشمان مولا حلقه زد. فرمودن به خاطر اون خوش خدمتی که در خانه ما به او کرد، اون وقتی که دستای منو بسته بودن، فاطمه من آمد منو از دست این ملعون ها نجات بده. صدا زد قنفذ: دست زهرا رو کوتاه کن. گرفت با تازیانه شروع کرد به بازوهای فاطمه زدن. دید فایده ای نداره، خود عمر تازیانه رو گرفت، آنقدر با تازیانه به پهلوهای فاطمه زد. یا زهرا، صلی الله علیک یا مولاتی یا مظلومه یا فاطمه الزهراء، صلی الله علیک و علی ابیک و بعلک و ابنائک المظلومین. اسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الجل الاكرم بفاطمة وابيها وبعلها وبنيها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم عجل لوليك الفرج، واكشف عن همه وغمه وحزنه، واقض هوائجه وحوائج محبيه، واجعل عواقب أمورنا خيرا بجاه محمد.
شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.